بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. غواص عراقی محمد المؤید با به اهتزاز درآوردن پرچم امام حسین علیه السلام در اعماق دریای سرخ به دستاورد تاریخی بی‌نظیری در دنیای غواصی دریایی در عمق 55 متری دست یافت. وی با صرف بیش از 400 ساعت آموزش، گواهی‌ها و مدارک لازم که او را واجد شرایط این ماجراجویی غواصی در چنین اعماق عمیق و پیچیده‌ای نماید را توانست به دست آورد. المؤید به دلیل اهمیت جهانی برافراشتن پرچم امام حسین علیه السلام در این مکان را انتخاب کرد. برافراشتن پرچم امام حسین علیه السلام در این مکان جهانی صرفاً یک دستاورد ورزشی نبود، بلکه به منزله ابراز وفاداری و بیعت با ارزش‌ها و فداکاری و شجاعت امام حسین علیه السلام و اصولی که تا آخرین لحظه بر آن ثابت قدم ماند نیز می باشد. حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، گفت که سیستم درهم شکسته مراقبت‌های بهداشتی سوریه توسط جهانیان فراموش شده و خواستار تفکر خلاقانه و جدیدی برای توقف مهاجرت کارکنان پزشکی به خارج از کشور شد. وی در ادامه افزود سوریه با بحران‌های چند لایه و با 13 سال جنگ داخلی، تحریم‌ها و زلزله بزرگ سال گذشته اکنون با یک وضعیت پیچیده ژئوپلیتیکی مواجه است. حنان بلخی وضعیت بهداشتی در سوریه را فاجعه بار توصیف نمود و اضافه کرد که این کشور با تعداد بیشماری از افراد نیازمند و نرخ هشدار دهنده سوء تغذیه کودکان روبروست. وی تاکید کرد که تنها 65% از بیمارستان‌ها و 62% از مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه به طور کامل فعال بوده و کمبود شدید دارو و تجهیزات در تمامی مراکز یاد شده وجود دارد. روزنامه اعتماد در ایران در گزارشی به نقل از نیروی انتظامی اعلام کرده است که تهران بیشترین تعداد اجساد کشف شده سالانه را در ایران دارد. بنابر به این گزارش، تنها در سال 1402 تعداد 942 فقره از اجساد کشف شده در تهران مجهول الهویه بودند. این بدان معناست که به طور متوسط در هر ماه سال گذشته حدود 78 جسد و در هر هفته حدود 18 جسد مجهول الهویه در تهران کشف شده است. از این تعداد 83 جسد تابعیت افغانستان، 1 جسد تابعیت بنگلادش و 1 جسد نیز تابعیت پاکستان داشت و سایر اجساد هویت ایرانی داشتند.